من از ارتش تشکر میکنم که هلیکوپترهاش میچرخن به شکل بسیار بسیار ناجور نون پرتاب میکنن، نمیدونم چادر، چون ماموران معمولا توی محاصره. اما یه چیزی رو میخوام بگم، مگه نباید این نیروهای کمکی به چشم دیده بشن؟ چرا هیچ خبری نیست؟ مگه نباید ارتش به چشم دیده بشه؟ چرا اینا هم میان مثلا تو قسمتهایی که حالا راه بند آمده، ما از خرم‌آباد آمدیم تا معمولان یک نفر مأمور دولتی ندیدیم، یک ارتشی ندیدیم، یه بسیجی، یه سپاهی، یه آخوند، یه ملا، یه آیت الله، آیت الله خامنه ای، رئیس جمهور، هیچ کدومو ندیدیم. آقا من شاهد ندیدم. یک تسلیت نمیتونستن اینا بگن بابت این فاجعه ای که اینجا رخ داده؟ کجاست سید علی خامنه ای؟ کجاست؟ چرا دیده نمیشن نماینده های مجلس؟ سرداران سپاه دستی به آب میزنن، خودی نشون میدن. خب چرا نیست؟ مگر نه این که 10 میلیون بسیجی دارن. هو، چرا نباید اینجا ها باشن؟ چرا نباید ارتش با اون همه نفراتی که داره اینجا ها باشن؟ خونه زندگی مردم، اگر بخوان نظافت کنن، اسباب و وسایلشون اینجا ببرن، حالا حالا کار داره. ولی اینجوری با شعار نمیشه به کمک مردم شتافت. مشکل اینه که یه عده آمدن در کنار رودخانه خانه ساختن، رودخانه آمده گفته آقا اینجا جای من بوده، بلند شید برید، و خونه زندگی مردم رو برده. این از بیشعوری است. طبیعت کار خودش رو میکنه. میگیم آقا باران زیاد بوده، ولی شعور مردم و مسئولین کجاست؟ در هر حال یک، ما خبری از کمک ندیدیم الا یه جاهایی که خودشون میگن لابد فرماندهی لرستان، فرماندهی گلستان، فرماندهی خوزستان حتما هم هستن و تشکرم میکنیم، ولی اینجوری نیستش که دیده بشن. نمیدونم یه جاهای دیگه هستن. به هر حال این خرابی ها با 30 میلیون و 20 میلیون و 40 میلیون و 50 میلیون حل شدنی نیست. مشکل ریشه دارتره. مشکل در شعوریست. مشکل در شعوریست که در کله مسئولان نیست.